سیاوش عبستای عزیز و ببینیم که به حال ایشون چه مسائلی برای ما دارن. به 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 قربان، کروات بسیار قرمز زدین، امروز میخواین آتشی صحبت کنیم. درودی بر شما، خوب و خوشین. درود باش استاد چرفشایی، بسیار عالی. با مهر یزدان پاک درود دارم به کارگردان برنامه های شهرتی و افکارشون، درود دارم به برادرم مهندس میر شجره و همه عزیزانی که هر جا نشستن ما رو میبینن. جناب شرفشایی استاد حال چطوره؟ بله، من میخوام ببینم که ابتدا بگیرین حضور شاهزاده رضا پهلوی ما در اسرائیل چه اثراتی در حتی اروپا و فرانسه داشته؟ اول دو تا ویدیو داریم استاد چرفشایی، یکی 3 دقیقه است، یکیش 1 دقیقه. بله. اول برای چاشنی و شادی برنامه ما همون 1 دقیقه را اگه کارگردان برنامه مهرورزی کنه پخش کنه، که نه اون یکی دیگه، اون ویدیو دیگه توی ایمیل هست. اون یکی آقا. حالا نگاه کنین یکی دیگه میاد. خب حالا تا اینو میبینیم، ولی یک ویدیو دیگه است 1 دقیقه است که تازه براتون فرستادیم. این مال همین چند ساعت پیشه که پرنس رضا پهلوی داره در اسرائیل با ایرانیان عزیز شام میخوره. حالا بعد ما این ببینیم، این ویدیو از استقبال این وزیر اطلاعات اسرائیل. این خانم خیلی ایران رو دوست داره استاد چرفشایی، و از کسانی است که در دانشگاه و شغلهای دیگه که داشته ایرانی ها رو خوب میشناسه، ایرانی میفهمه و با ایرانی ها برخوردهای خوب داشته، ایرانی ها برخوردهای خوب، خودش کلن علاقمند ایران هست. اما پیش از همین استاد چرفشایی، چون امشب در نظام تازی حاکم بر ایران این بنی هاشم یه ولوله شد، یه قوقا شد، یه دوباره جنگ هابیل و قابیل شد، دوباره جنگ اسماعیل و اسحاق شد، دوباره این قطعامی که این از یهودیان کردن این نابکاران اسلامی. آخه میدونید الان ما همین در آستانه هولوکاست هستیم، 6 میلیون یهودی رو هیتلر کشت. این روم و روحانیت و بنی هاشم، همین اسلام که کلن توسط روم و بنی هاشم پایه‌گذاری شد، اینا استاد چرفشایی دست طولانی دارن در جنگ و درگیری با یهودیان. یعنی دقیقا از 7-8 هزار سال پیش که ما دولت مقتدر ایلامیان رو داشتیم، در دولت ایلامیان یهودیان نقش مؤثری داشتن و ایران و پادشاهی ایران از همون موقع تا پادشاهی محمد رضا شاه و پدرش رضا شاه همواره حامی یهودیان بودن. یعنی این که پرنس رضا پهلوی رفته امروز اونجا، این یک باره که خب استقبال میشه و کمکی اگر بشه برای سقوط نظام جمهوری اسلامی که فبا، ولی تا به امروز همواره ایران از یهودیت در جهان پشتیبانی کرده. استاد چرفشایی، من به عنوان یک کسی که تاریخ رو میدونه از کنم خدمتتون، ایرانیان دفاع کردن و حتی جنگ کردن برای یهودیان، اشکانیان، مادها، حقامنشیان، دیگه حقامنشیانش که شوره آفاقه، ولی اشکانیان اصلا جنگیدن. یعنی اینها همواره توسط روم یا بابلیین یا آشوریین یا دیگران که اکثرش هم همینا سرنخش به هیتلر میخوره، یعنی به روم، به غرب، اینها اسیر بودن، در بند بودن، مشکلات داشتن. شاهان ایرانی همیشه مدافع یهود بودن. یعنی امروز روزی است که پس از قرنها، پس از 7700 سال که دولت ایلامیان میگذره، تا چرخه در کتاب عهد عتیق که در انجیل هم هست و تورات هم محسوب میشه، بارها از ایلام که کهن‌ترین تمدن آریایی است 7700 سال یاد شد. بعد از استر، پرنسس ایرانی، کوروش، خشایارشا که با نام اکشورش هست به خوبی یاد شده. کلن کوروش یک پیامبر و ناجی است برای قومی یهود. حالا امروز این زلزله‌ای که در تهران و ایران افتاد، که این سادات تازی بنی هاشم حاکم که همیشه هر بدبختی سر ایران اومد اینا گذاشتن به حساب اسرائیل، هر چی توی سالیان سال آقای شرفشایی خودشون خیانت کردن، اجدادشون، نیاکانشون، پسرعموهاشون در کشورهای دیگه کردن، اینا گذاشتن به حساب اسرائیل. امروز پرنس رضا پهلوی با این کاری که کرد، پس از اینکه خودش رو آزاد کرد، چون من به شما بگم اینجا استاد چرفشایی، از زمانی که آقای موسی قصاب، یعنی موشه کسب،
علی یزد، ایشون رئیس جمهور اسرائیل بود، بارها دعوت کرد از پرنس رضا. پرنس رضا به خاطر محدودیت هایی که داشت و افرادی که دور و برش بودن، حالا فامیلی، دفترداری، خدمتکاری، همواره میترسوندنش که چنین گستاخی و شجاعتی رو انجام بده و بره به اسرائیل. همیشه میترسوندنش. امروز رضا پهلوی آزاد مثل یک پرنده بال وا کرده و میره و من خیلی هم خوشحال و خرسند شدم که پرنسس یاسمین هم در کنار شوهرش اینجا در این نشست بود که الان شما همین فیلم اولی رو پس میبینیم که میبینیم از ورودش به اسرائیل وزیر اطلاعات اسرائیل میاد به دیدنشون، استقبالشون، بعد در جلسه ای که هست بنیامین نتانیاهو صحبت میکنه، جایگاه خوبی در اختیارش قرار داده میشه و مصاحبه اینا، این فیلم رو میبینیم و برمیگردیم. بعد the whole world that what you hear from the Iranian regime is not what the Iranian people actually mean. This regime does not represent the Iranian people. No. My computers are proud of the history, the history that dates back 2,500 years when Cyrus the Great helped free Jewish slaves and helped rebuild their temples. It's a biblical relationship that our two countries have had over centuries. And today, when we have a regime that denies that the Holocaust ever occurred, it was my duty to be here representing my fellow compatriots to honor the victims of the Holocaust and pay my respects to this nation. Thank you very much. Thank you very much. نیازی به انتخاب نبود. شاهزاده اسرائیل رو به عنوان شریک ایران انتخاب کرده به خاطر اینکه در گذشته بین ما یه رابطه بسیار خوب برقرار بود و ما قصد داریم که این رابطه رو دوباره بازسازی کنیم. بین مردمان ما رابطه صلح‌آمیزی وجود داشت و ما می‌خوایم بر اساس علایق مشترک دو ملت عمل کنیم و این کارو انجام میدیم. همینطور که می‌بینید تعداد زیادی از اینکه شخص ایشون رو در اینجا می‌بینن به وجد اومدن و ایشون علل خصوص در این روز خاص به اینجا اومدن که بگن علارغم تمام کسانی که هولوکاست رو انکار میکنند، ایشون به 6 میلیون یهودی که در تراژدی هولوکاست قتل عام شدند احترام قائلند. من به شخص از این موضوع سپاسگزارم. את משמעות השלום רואים בדרכים רבות בכל ימות השנה. ערכנו ביקור מטלטל ברציף 17 בפאתי ברלין. מהרציף הזה נשלחו רבבות יהודים אל מותם. המשלוח האחרון שם על רציף המוות, השמעתי באוזני קאנצלר גרמניה מסר חד וברור. לפני שמונה עשורים, עם יציאתנו מתאומות חוסר הישע, העולם השתנה מאז, אבל הקריאות להשמדה... چرفشایی اینه که وزیر اطلاعات رفت به استقبال شاهزاده رضا پهلوی و پرنسس یاسمین عزیز. این میدونید که وزارت اطلاعات های ایران از همون قدیم تا الان خاطره داره با اسرائیل و یهود، با یهود برحال. این که زمان مادها وزارت اطلاعاتی تشکیل میشه در خاندان و سلطنت مادها که توسط یهودی ها شکل میگیره، همین ها سازمان اطلاعات هخامنشیان رو نیز تشکیل میدن و حتی میاییم دیگه تا جلو نمیخوایم زیاد وقت نداریم، در زمان محمد رضا شاه هم که ما میدونیم موساد نقش بسیار
مهمی در ساختن ساواک ایران داشت وزارت اطلاعات که حافظ امنیت یک کشور و ثبات یک کشور وزارت اطلاعات داشت. اینه که این پیوند دیری نیست، هرچند برخی از اراذل و اوباش و این تازیان ایران ستیز اینها رو منفی میپندارن، ما هرچه خرد و نیکیست رو پاک میشماریم. استاد شرفشه، برای که سخن پایانی رو گفته باشم، تا دهان همه این تازیان یهود کش رو چون هیتلر ببندیم برای همیشه، من این رو عرض کنم خدمتتون که شخص خمینی با خانمی با عنوان خانم بن دیوید در تماس بود برای گرفتن قدرت، و وقتی که پاریس بود بن دیوید از طرف کلیسات اومد به دیدنش، با هم قرار گذاشتن که وقتی برمیگرده ایران به قرار عمل کنه، با اسرائیل درگیر نشه، اسرائیل به رسمیت بشونه. خمینی خیانت کرد به قولش و گفت من خدعه کردم. نکته دیگه که باز بگم، روسیاهی بماند برای نظام پلید اسلامی که از این قضیه نخواد تبلیغات بکنه، اینه که اینها دو تا شخصیت فوکل کرواتی بزرگ هم نظام جمهوری اسلامی داشت، یکی ابوالحسن بنی سعد، یکی حسن حبیبی. ابوالحسن بنی سعد که اولین رئیس جمهورشون بود، سخنگوی خمینی بود، بحث میکرد چه و چه، خودش بچه آخوند بود، آیت الله زاده بود اینا، حالا دعواشون شد سر یه چیزی. حبیبی تا وقتی که مرد در ایران از مهره های اصلی متفکر نظام جمهوری اسلامی بود که خیلی چیزا رو که چون تو فرانسه درس خوند بود مرده بودن. اینها هر دوتاشون، حسن حبیبی و بنی سعد، پیش از انقلاب سیاه به اسرائیل سفر کردن و تعهد دادن در اسرائیل که وقتی که برن ایران بعد چند ماه آینده که رژیم عوض میشه، متعهد شدن که اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. اینا که این هر روز دادن دروغ گفتن و نکردن اینا. یعنی میخوام بهتون اینو بگم که جهان بدانید، مردم ایران، ای اکثریت خاموش به قول شاه و ای تازی پرستان ستم پذیر، نه یعنی کله شما فردا چه کنن که با رضا رفت اونجا کلا سرش کرد. ما پیوند آریایی با پیوند یهودیان که از عصر از دریای کاسپیان و ایرانی هستند، پیوند هزاران سال است. من در کتاب افسانه افسانه که جزوه است نمایشنامه است نوشتم، از همون قدیم گفتم که حتی آدم و حوا که تبعید میشن 5700 سال پیش از شوش به صحرای سینا، که اینا میگن از بهشت عبور کرد و اینا، این تبعید آدم و حوا که یهودی هستن و پایه‌گذار این یهودیت مدرن است به صحرای سینا، به عنوان یک عنصر انقلابی است که در حکومت شوش ایلامیان مسئله آفرینی میکنه، ایشون رو تبعیدش میکنن. یعنی ریشه و تبار یهود ایران هست. رضا شاه آقای شرفشاهی دفتر مخصوصی ساخته بود که وقتی هیتلر یهودی ها رو میکشت، اینها از هر جای جهان وارد ایران میشدن، وقتی وارد ایران میشدن پاسپورت ایرانی میگرفتن میرفتن اسرائیل. به خاطر همین بود که محمد علی فروغی که یهودی بود تلاش کرد و موفق شد که فرزند رضا شاه، محمد رضا شاه رو به عنوان ولیعتش نگه داره، با اینکه اونجا متفقین مخالف این قضیه بودن. حالا این فیلم دیگه هم رسید، ببینید هموطنان عزیز من در اسرائیل، یعنی یهودی اسرائیل، ببینید امشب چه پذیره ای از پرنس رضا پهلوی کردن. ببینیم و ایران نیز در شادی و شور باشه همچنان که امروز هست. من فقط از مهربان ایران در داخل میهن میخوام که این حرامزاده های شیخ آخوند، چه با لباس چه بی لباس، با ریش با پش، این تازه زنای چادری به سر، سوسک سیاه هایی که میان مزاحم دخترای ما میشن که به زور میخوان روسری لچک تازه صحراگردی به سرشون کنن، ازشون پدافند کنن، دفاع کنن. الان خانم پوران نازمی از تهران برای من
یک پیام فرستاد که امروز چند نفر دیگر رو بازداشت کردن، ولی مردم دفاع کردن و میزنن آقای شرفشاهی اینا دیگه. الان دخترای ما پسرای ما رفتن کونگ فو کاراته ورزشای رزمی تکواندو جودو یاد گرفتن. این حرامزادهای تازی رو اشغالگرن، اینها اشغال دارن. همونجوری که زمان سابق 1400 سال ما حمله کردن تو کوچه و خیابون ما مجبور شدیم بگیم سلام تسلیم دست بالا، الان که اونجا هستن شما اکثریتی دارید ملت ایران، بزنید اینها رو، تازیان رو، هر حرامزاده‌ای که آمد لچک رو و یا خواست به عظمت و شوکت ایران آریایی توهین کنه شما کتکش بزنید. گرم فصل زدن و اخراج این تازیان است و به زودی ایران آزاد میشه. بله، این شرایط زنای ایران چنان مبارزه دارن میکنن که این اصلا زورشون نمیرسه به این به نتیجه این که هر روز هر کسی برای خودش قانون درست میکنه یه فشار تازهی به زنا میخواد بیاره خودشونو عذاب میدن، برای اینکه زنای ایران دست از مبارزه با این حکومت بر نمیدارن و باید همه دنیا رو کاری بکنیم که حمایت کنن پی در پی از اینا. بسیار ممنون از شما که به حال مطالب جالب و ویدیوهای جالبی رو در این برنامه در حال گذاشتین و به نظر بینندگان این برنامه رسوندین و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. سپاسگزارم، سپاس از کارگردان برنامه، روز شب خوش، استاد چرخشایی. بدرود. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقوز و سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.